بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز دوشنبه هفتم ماه سپتامبر سال 2015 میلادی برابر با 16 شهریور ماه 1394 با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشید. بله، حتما شمایی که در آمریکا زندگی میکنید تعجب میکنید که این سوربی روز کارگر هم تعطیل نیست و امروز هم کار میکنه. تصمیم گرفته بودیم که یک روزی به قول آمریکایی‌ها آف بگیریم، از کار استراحت و بریم تنی به آب بزنیم، استخری و جنگلی و پارکی، ولی نشد. دلیلش این بود که در چند روز گذشته ما متوجه شدیم که سیستم ما گاهی وقتی آف میشه، یعنی خاموش میشه، و ممنونم از دوستانی که لطف کردن، تماس گرفتن و به ما خبر میدادن. و ما هم اینجا سه قسمت هست کارها، یکیش که قسمت کاری خودمون کامپیوترها هست و دوربین و اینها، یکیش اون قسمتی که ارسال میکنیم به یه شرکتی و این ارسال کردن توسط یک شرکتی به نام کاکس که بهش ISP هم میگن، اینترنت سرویس پرووایدر، انجام میشه. قسمت سومش وقتی که ما خمیر درست کردیم و نون رو پختیم، اون که باید بیاره در منزل شما، به اصطلاح اونی که پخش میکنه این رو، و وقتی که اشکالی پیش میاد ما باید ببینیم از کجاست. به قول آمریکایی‌ها میگن ترابل شوتینگ. تو ایران وقتی ما در کار برق بودیم میگفتیم عیبیابی، و برای عیبیابی کردن قسمت قسمت میکنیم. ما قسمت اول رو دو سه روز حسابی چک کردیم، دیدیم الحمدلله اشکالی داخلش نیست. به قسمت دوم کاکس بیزینس زنگ زدیم، گفتیم که به قول خودتون پاکت لاس داریم، گاهی وقتی هر از 17-18 ساعت اینها قطع میشه و سیستم اینها هم اینجوری نیست که خودش اتوماتیک وصل بشه، باید من بیام اینجا یا یکی باشه اینجا که وصلش کنم. گفتن خب 72 ساعت مانیتور میکنیم. مانیتور یعنی زیر نظر میگیریم، نگاه میکنیم اینها، و یه دستگاه میذارن که اون به اصطلاح میگن پینگ موج میفرسته و میگیره، موج میفرسته میگیره، و وقتی میگن 72 ساعت این کار رو انجام میدن تا ببینن درست. اون شرکت گفت که ما 72 ساعت امروز صبح انجام دادیم و شما اشکالی از اینترنت نیست اینجا. خب قسمت اولم که اشکالی از استودیوی خودمون نبود، رفتیم سراغ سومی، یعنی اون کسی که این ویدیو رو که ما درست میکنیم و کاکس هم میفرسته براشون، اونها میگیرن و پخش میکنن برای شما، چون ما همچین سروری نداریم، اون سرور نقل چند هزار دلار. خلاصه اونها گفتن که ما هم نگاه میکنیم. اگه یکم من امروز آهسته صحبت میکنم، دلیلش اینه که اینجا تعطیلیه و خودم هم حقیقتش فکر میکردم شاید برنامه نذارم، شاید اول برنامه بیام بگم سلام و بریم یه ساعت و نیم ویدیوهایی رو که به روز زحمت کشیده فرستاده با هم نگاه کنیم. اونم یه مشکلی گیر افتاد و اتفاقا امروز بهروز همین ماجرای ویدیو استریمینگ هم به این نتیجه رسیدن که ویدیوهایی رو که ما از روی یوتیوب میگیریم، بعضی از اینها یه پروگرام هایی داخلش میذارن که اونها، والا اسمشو ویروس نمیذاریم، ولی سیستم رو خاموش میکنه. دلیلش هم اینه که اونها هم حق دارن، میگه آقا من این ویدیو رو گذاشتم روی یوتیوب که 1000 نفر بیان اینجا و 1000 تا 2 سنت 2 دلار گیر من بیاد، تو یه بیمروت میای اینجا اینو ضبط میکنی میذاری روی سیستم تلویزیون خودت، اگه 1000 نفر 100,000 نفر هم بیان ببینن، هیچ 2 سنتی گیر ما نمیاد. آخرالامر این ماجرا که همش دوربر پول میچرخه و به قول معروف بیمایه فطیر. در رابطه با پول و بیمایه فطیر است و اینها، امروز با یک صحبت میکردم، گفت شما، اولا زنگ زد به قول آمریکایی‌ها شاک شد، سورپرایز شد، شوکه شده بود،
که من امروز اینجا هستم. گفتم که هستم، بفرمایید. گفت که این کامپیوتر ایشون تلویزیون مردم را نمیگیره و گفت شما چون توی ویدیو گفتی و من روی یوتیوب شنیدم، اگر میتونی کمکم کن تا نصبش کنم. کمک کردیم و نصب کردیم و اینها. بعد خندید گفت حتما یک شغل پردرآمدی امروز داشتی که وایسادی اینجا. گفتم بله، امروز من دو برابر حقوق میگیرم، فقط تنها اشکالی که هست حقوق ما اینجا صفره، دو برابر صفرم میشه صفر. همچنین که این رو گفتم و آمدم سراغ ایمیل هام، دیدم یکی از دوستان که همیشه ما رو یاری کرده گفت که من $200 برای شما فرستادم. از این دوستمون ممنون و متشکر. چون باز در رابطه با پول هست، اجازه بدید تا یک بار دیگه به دوستان بگم که خیلی خوشحالم که شماها برنامه های آقای دکتر نصر احمدی، آقای دکتر افشارها، اینها مورد توجهتون قرار گرفته. ولی حقیقتش اینه که من اینجا نمیتونم فقط با به به، چه چه، خسته نباشید، دست شما درد نکنه زندگی کنم. و اون دوستان هم که میان خب زحمت میکشن، وقت میذارن. حقیقتش ضمن این که ما رومون نمیشه، ولی باز هم با پررویی به اون بنده خداها میگیم که شماها مثل معلمی که میره به بچه ها درس میده و اون بچه ها هم میخوان فرار کنن از سر کلاس و هم نمیخوان بیان، میخوان برن تو مزرعه کار کنن، اینها شما باید شکلات و آدام سونمین و آب نبات و قلم و خودکارم بگیری بیای. این شکلات و آدام سو آب نبات و قلم خودکار برای تلویزیون مردم چیزی نیست جز اینکه شما هم در به اصطلاح به دوش کشیدن هزینه های ما با ما باشید. حالا این دوستان خب خیلی هاشون قبول میکنن و میپردازن یه چیزی، خیلی هاشون میگن نه آقا دیگه نمیشه، ما هم وقتمون رو بدیم، هم پولمون رو بدیم و اینها، و به اصطلاح میرن دنبال کارشون که اون هم آزاد هستن و چی میگن به اصطلاح بگید دیگه صلاح مملکت خیش خسروان دانن. ضمناً فکر کنم امروز اونایی هم که از یو استریم ما رو یعنی صدای ما رو میشنیدن میتونن تصویر ما رو ببینن. چیزی که هست اینجا یک علامتی هست، چون این اون قسمت دو تا وید بلاستر مجبور بودم روشن کنم، یکیش اونی هست که ما به عنوان آزمایش داریم استفاده میکنیم، ولی اونی که از تلویزیون مردم میبینید و اینها اونی که $1,100 پول دادیم و دیگه این مارک یا وادر مارک رو از روش برداشتم. باز هم همش نقل پوله. برگردیم دوباره سراغ آقای دکتر نصر احمدی. امروز که هفتم این ماه هست، تا امروز به اصطلاح کسی برنامه های این ماه ایشون رو سپورت نکرده و اسپانسر نشده. اون دوستی هم که قبلا دو ماه اسپانسر شده بود گفت دیگه خب من سهم خودم رو دادم و منتظرم که دیگران بیان کمک کنن اینها. آقای احمدی هم که به جای اینکه بره دنبال یک آدم حسابی، وقتش رو با یه آدم کلاش عوضی هی تلف کرد و هی ما بهش گفتیم آقا حرف ما رو گوش کن، ما داریم 18 سال این کارو میکنیم، این آقا داره شما رو اذیت میکنه، وقت شما رو میگیره، شما ما رو اذیت میکنی، وقت ما رو میگیره. در اصل اگر مایل هستید چهارشنبه آقای دکتر نصر احمدی با ما باشند و صحبت کنن، لطف کنید تماس بگیرید با خود ایشون 818 201-57-79 ازشون بپرسید آدرسشون کجاست، براشون چکی بفرستید، پولی حواله کنید تا ایشون هم بیاد و در هزینه های مردم تیوی ما رو کمک کنه و برنامه ها رو بذاریم. اگر حمایتی نرسه ما مجبوریم که برنامه های ایشون رو هم مثل هزاران برنامه دیگه که آمدن با شور و هیجان و رفتند ایشون رو هم به اصطلاح قطع کن. و اما روز کارگر مبارک باشه، اینجا بهش میگن لیبر دی. و جالبه اتفاقا جمعه با یک دوستی میخوام صحبت کنم که در رابطه با تاریخ و اینها ایشون خیلی میدونه، ازش پرسیدم خب این که من و شما هی میگیم برین دنبال تاریخ، هر کسی تاریخ خودش رو ندونه چنین و چنان، این آمریکا که مثلا تاریخی نداره
الان بهترین کشور دنیاست، همه خودشونو به کشتن میدن تا برسن اینجا. ایشون گفت که ولی یادتون باشه که همین کشور داره برای خودش تاریخ درست میکنه، روز استقلال، روز نمیدونم چی میگن، هی روز قدردانی از اونهایی که در راه این کشور جونشون رو از دست دادن، مموریال دی، همین روز لیبر دی رو، روز کارگر رو نمیاد 11 اردیبهشت یا اول می قبول کنه با دنیا، برای خودش یه چیز جدیدی رو انداخته. ولی چیزی که دیروز دانه من متوجه شدم تو تلویزیون‌های آمریکایی، دیدم اینها یه جورایی لیبر دی رو با مموریال دی دارن عوضی میگیرن و همش راجع به پرچم آمریکا و آمریکا و اینها هست و صحبتی از کار و کارگر و ظلمی که به این گروه میشه چه در آمریکا چه در دنیا من نشنیدم. شما اگه شنیدید بفرمایید و توضیح بدید. فرمودن شما و توضیح دادن شما در تلویزیون مردم خیلی ساده است. شما تماس میگیرید، پیام میذارید، میگید که من در رابطه با روز کارگر میخوام بگم بله اینجا هم خیلی قدردانی میکنن، مثلا در شهری که من هستم اسم ببرید برنامه‌ای گذاشتن، 1000 کارگر آمدند اینجا، نمیدونم چنین شد و چنان شد. ولی متاسفانه ما میبینیم پیام هایی که میگیریم بیشتر به این صورته. اجازه بدید من این پیام رو برای شما بذارم. حقیقتش من یه چند دقیقه مونده بودم که خدایا مگر میشه ما ایرانی ها اینقدر بیدقت شده باشیم. بشنویم من در حین که این بیننده صحبت میکنه اگر بتونم منم نظر خودم رو میگم. خیلی هم پیام کوتاهی هست، 20 ثانیه هست. بله بشنوی. الو تلویزیون پارس، خواهش میکنم من تلفن آقای الو تلویزیون پارس، به تلویزیون مردم زنگ زدن میگن تلویزیون پارس، جالبتر میشه یکم صبر کنید. باقری رو میخوام برای اینکه تلفن کنم، من تلفن آقای باقری رو میخوام. تلفن آقای باقری رو که در کانال 1 تلویزیون شهرام همایون کار میکنه، به خیال خودش این دوستمون زنگ زده به تلفن تلویزیون پارس از اونها میخواد تا بعد چی؟ این که سفارش جیل ویز بدم. تلفن من هست 300 تا میخوان سفارش یه باکسی بدن که جیلویز ما یه مدت آگهیشون رو گذاشتیم، مجانی برایشون تبلیغ کردیم، چندین نفر از شماها زنگ زدید به ما، ما فرستادیم برای اون آقای خانم لیلا لاجوردی اگه اشتباه نکنم، گفتیم با این دوستان تماس بگیرید و فکر میکردیم که خب اینها که دیگه بهایی هستن باکس رو که میفروشن کمیسیون ما رو هم قشنگ میفرستن. بعد از یه چند مدت که گذشت دیدیم هیچ خبری از کمیسیون نیست و یعنی اینجوری به اصطلاح تظاهر کردن که همه اینها زنگ زدن ولی باکس نخریدن از ما. شما اینو داشته باشید. ولی همونایی که زنگ زده بودن به ما، ما اونا رو منتقل کردیم به جیل باکس، بعدن هر وقت جیل باکسشون اشکال پیدا میکرد دوباره به ما زنگ میزدن که آقا امروز اینجوری شده. من میگفتم اینا که گفتن شما نگرفتی، گفت آقا همون روز ما زنگ زدیم و گرفتیم و اینها. خلاصه کارمون خیلی خرابه. دوست نازنین یک کم دقت، شما به تلویزیون مردم زنگ زدی میگی الو تلویزیون پارس خواهش میکنم، وقتی کسی صحبت نکرده هنوز خواهش میکنم یعنی چی؟ شماره تلفن آقای باقری رو میخوام برای کانال نمیدونم جی ال باکس. خلاصه شما باشید چی میگی؟ من یعنی انقدر نمیخوام بگم عصبانی شدم، ولی حتی به خودم اجازه ندادم زنگ بزنم به یه همچین بیننده‌ای که انقدر بی‌دقته، چون اگه زنگ بزنم دفعه دیگه همین کارو میکنه و نمیدونم. شما نظرتون چیه؟ این هم از این ماجرای تلفن. وقتی گفتم که میتونید به ما تلفن بزنید، لطفاً تلفن‌های اینجوری رو بذارید برای همون تلویزیون‌های دیگه. و اما دوستمون از آقای گاندی عکس ها و نوشته هایی رو فرستاده بود، یکیش جالب تر از همش بود و اون این بود که میگه من نباید چیزی باشم که تو میخوایی، تویی که تو از من میسازی باید دیگه شخصی که تو از من میسازی آرزوهایت و یا کمبودهایت هستن.
امروز با یه آقای به نام دکتر علیرضا آثار، اگر اشتباه نکنم همشهری ما هم باید باشن، شیرازی باشن، ایشون داشتیم با هم کلکل میکردیم. آمده بودن زیر اون ماجرای مجاهدین که خانم شیرین نریمان دیگه واقعا شستشوی مغزی شده بودن رو، اینها رو به حد کمال رسونده بود و در این ویدیو صحبت میکرد. یا آقای استاد دانشگاه و محققی هم با منطق میگفت آقا طبق نوشته خود شما سازمان مجاهدین شما این بودید، حالا این عمل میکنید، کدومش درسته؟ این درسته یا این درسته؟ کدوم شما بندازیم سطلاش؟ و آقای علیرضا از آثار نوشته بود که آقای سوربی، اینها که مال این ویدیو که مال عهد دقیانوس است به چه درد ما میخورد؟ ضمناً ایشون ادعا کرده که مجاهدین رو 40 سال هست که میشناسه و مجاهدین خائنن، بدکارن، فلانن، بیسارن، ولی فعلا دشمن ما آخونده هستن. برای ایشون نوشتم که دوست عزیز، اولا من و شما هم مال عهد دقیانوس هستیم، اگر هر چیزی مال عهد دقیانوس باشه به درد نخوره باید من و شما هم بندازن تو آشغال. این یک. دوما ما این ویدیو رو نشون دادیم وقتی که اینها آمدند ادعا میکنند که تلویزیون مردم، تلویزیون مردم فروش هست. حالا کیا؟ کسانی که خودشون مردم ایران رو چه مجانی فروختن به صدام، بعدن فروختن به اسرائیل، فروختن به آمریکا، حالا میفروشن به عربستان سعودی، یعنی هر کسی بیاد پول بده اینا میفروشن. بعد آقای آثار میگم عزیز من این کار رو بلدم، شما اگر بهتر بلدی برو یه کار دیگه بکن. براش توضیح میدم مثل این میمونه که من به شما بگم آقا شما که دکتر هستی، شما که فیزیکدان هستی، ریاضیدان هستی، چرا میشینی ویولون میزنی؟ به جای ویولون زدن برو مثلا یه کوهی رو بشکن. خب شما نمیخوای یا نمیتونی، به من مربوط نیست. بعد ایشون برای من جواب داده ما خیلی کار کردیم، شما چی کار کردی؟ گفتم من اقلا این افتخار رو دارم که 30 نفر، بیشتر از 30 نفر با اسم، با ایمیل ها، با تشکرایی که کردن، با ویدیوهایی که از تو زندان باشون مصاحبه کردیم، بعد آزاد شدن، بعد پناهندگیشون مورد قبول شده، ما کمک کردیم یا من کمک کردم اقلا این 30 نفر رو که سند دارم، اونایی که بی معرفت بودن، بی وفا بودن، تا قبول شدن رفتن دیگه کاری با ما نداشتن، اونا به جای خودشون. بعد ایشون نوشته بود من و دوستانم 1000 نفر رو پناهنده کردیم. پیش خودم گفتم چه شانسی آوردم که من نگفتم 1000 نفر، و الا ایشون میگفت 100 هزار نفر. در هر صورت به ایشون گفتم من به شما تبریک میگم، همون کار رو انجام بده به جای اینکه وقتت رو تلف کنی و بیای به من بگی چی کار نکنم و چه کار بکنم. همین آقا توی رادیویی که 4-5 رو شنونده بیشتر نداره برنامه میذاشت و من بهش گفتم آقا حیف شما اینقدر زحمت میکشی 4-5 نفر فقط بیننده و شنونده باشن، چیکار کنیم؟ گفت میاد اونجا برنامه میذاریم و اینها. چجوری مخارج شو بفرستم؟ اینجوری. دکتر ریاضیدان و فیزیکدان مملکت من و شما بلد نیست یه راهی پیدا کنه که از آلمان از طریق بانک، از طریق پیپال، از طریق دوستانش 2 شاهی کمک بفرسته تا هزینه تلویزیون مردم بر بیاد. ولی اینها تو مراسم خوب ویالون میزنن. وقتی ما جای ادعا باشه آقای دکتر بفرمایید اینجا، شما اونجا در باز سرما میخورید، بفرمایید اینجا. کارمون خرابه آقای دکتر آسا. شما نمیخواد به من بگی 1000 نفر رو آوردی کار پناهندگیشون رو انجام دادی. من و شما هنوز بلد نیستیم 3 نفر رو دور هم جمع کنیم و به جز قلوف کردن، دروغ گفتن، تظاهر کردن هیچ کار دیگری انجام ندادیم، نمیدیم و نخواهیم داد. ضمناً هی از هم نپرسیم تو چه کار کردی؟ به تو چه که من چه کار کردم؟ تو از خودت سوال کن تو چه کار کردی و برو دنبال کار و زندگی. این هم آقای، بله درست میگم، آقای علیرضا آثار، برید روی فیسبوک هستن ایشون و
از سواد، دانش، هنر ایشون استفاده کنه. و اما تو این هول و هوش جریانی که همه سنگی برداشتن و به مذاهب دیگه حمله میکنن، به اصطلاح مذاهبی که خودش یا ادیانی که خودشون باور ندارن، بعضی هم هستن که قاطعانه وای میسن و میگن که وایسید برای آزادی ادیان، و اگر یک کسی، یک گروهی یک کاری رو اشتباه انجام داد، این چوبش رو تو سر همه افرادی که توی اون دین هستن و احیانا آدمای خوبی هستن نزنید. در اصل آفرین بر اینها. یه دوستی به نام محمد خورسندی اکبری، ببینید بشنوید دوستان، محمد خورسندی اکبری برای من ایمیل فرستاده، نوشته بابک ماندانا، آدرسش هم حالا روی ایمیل هرچی، با سلام، من بابک هستم، ساکن آلمان، خواستم تشکر کنم از برنامه خوب شما. در ضمن خواستم افشاگری کنم، لطفاً به هموطنان عزیزم اطلاع رسانی کنید، قابل توجه ایرانیان که آلمان هستن و در شهر دورتموند و هومه زندگی میکنن، چهره این دو نفر را به خاطر بسپارید. رفته عکس پاسپورت دو نفر رو برای من فرستاده که آقای سوربی اینا رو تو تلویزیونت افشا کن. آقا من چه کار هستم؟ من سر پیازم، تای پیازم، دادگاه هستم، پلیس هستم. بعد ضمناً شما که اسمت محمد خورسندی اکبری، خودتو به اسم بابک معرفی میکنی، بعد عکس و زندگی و پاسپورت اون رو فرستادی، پاسپورت اون آقا و اون خانم رو فرستادی، یکی از شما بگه شما چگونه به پاسپورت دیگران دسترسی پیدا کردی؟ ولی با همه اینا اگر یه زمانی حاضر شدی بیای تو اسکایپ بشینی که مردم شما رو ببینن، بدونن کی هستی، من حاضرم 5 دقیقه 10 دقیقه در اختیارت بذارم تا در مورد مشکلی که داشتی صحبت کنی. من میدونم بیشتر اینها افرادی هستن، یا یکی دیگه آمده که آقا این نوار رو ببینید بشنوید که من با وکیلم صحبت کردم، وکیل من 30,000 کرون ازم گرفته. البته میدونید کرون خیلی ارزشش پایینه، یکی برای من میدونست 30,000 کرون چند دلار میشه، 30,000 کرون ازش گرفته و فقط برایش 2 نامه نوشته. بعد زنگ زده به این وکیله، احتمال 90% بدونی که به اون گفته باشه دارم صداتو ضبط میکنم، صداشو ضبط کرده. آقا درسته که شما گفت من کارتو درست میکنم، درسته که شما 2 نامه برای من نوشتی، همش هم خودش صحبت میکنه. اون وکیلم میگه آقا این کارهایی که شما تو فیسبوک میکنی به ضررت تموم میشه، خب من بیام اینو پخش کنم، یه سینه دیگه بیام اونو پخش کنم، فردام هر کسی آمد گفت آقا چرا این اخبار دروغ رو، یا این اخبار شما نیستی، اصلا شما وجود خارجی نداری، من هستم و اونها. و اما در رابطه با مجاهدین، جمعه ما برنامه داشتیم با آقای مقداد ساغرچی از آلمان، ایشون در رابطه با یک برنامه‌ای که از این تلویزیون مجاهدین عقب افتاده، چون اونایشون که یکم پیشرفت کردن جدا شدن آمدن، البته چرا میگم یکم، چون همون بنده خداها از اجتماع معمولی قرن 21 عقبن و خودشون میدونن هرچی بیشتر بدونن عقبن زودتر به دیگران میرسن. خودشون میگن ما اصحاب کهف هستیم و 30 سال در غار بودیم. اینها یاران غار آقای رجوی بودن. ولی ببینید رجوی چقدر بی‌معرفت، بی‌ناموس هست که به همین یاران غارش هم برمیگرده تهمت میزنه. آقای فیلابی من برای شما ایمیل فرستادم، شما همون جوری که در زمانی که این تروریست ها جزء لیست تروریستی بودن شهامت نداشتید بگید مجاهد هستید، امروز هم جرأت و شهامت صحبت کردن ندارید. شمایی که عشق ریختید که سوربی من وقتی ایران بودم پهلوان بودم اینجور و اونجور، و وقتی اینها آمدن گریه کردن دیدم چون کاری نمیتونم بکنم فرار رو بر قرار ترجیح دادم، دست زن و
بچه هامو گرفتم آوردم اینجا، بچه هام دوتا از موفق ترین آدم ها، پورساز ترین آدم ها، خودمم دائم مسافرت و اینها، و امروز نمیان به همین بیناموس هایی که تو تلویزیون مجاهدین دروغ میگن و میگن تلویزیون مردم مردم فروشه، بگم آقا وقتی من میمدم فرانسه برای شما لنگ و لغت مینداختم، سوربی و برادرش کارهای من رو انجام میدادن اینجا. این هست پهلوانی های فیلاوی. چه کار کردم؟ آمدم ویدیو رو، آقای آثار اگه نمیدونستی بدون، آمدم ویدیوی مجاهدین مصاحبهشون رو گذاشتم. ویدیویی که اینها گذاشتن با این همه آدم عقب افتاده و پولی که خرج کردن و تبلیغ کردن 70 تا بیننده داشته. ویدیویی رو که ما آوردیم گذاشتیم، برید ببینید چه چیزایی مردم زیرش نوشتن و ببینید چند تا بیننده داشته. اون وقت آقای آثار بدونی که اصلا خبر داشته باشه ماجرا چیه، ویالون به دست آمده، آقای سوربی امروز بریم با دشمن متحدمون بجنگیم. چجوری بجنگیم؟ همین بریم توی رادیوی یه صحبت کنیم، دلونم خوش باشه نوارش برای مامانمون بفرستیم که من امروز تو رادیو بودم. مادرمونم پیش خودش میگه ای کاش که همون تو رادیو مونده بود. در هر صورت این هم از این. و اما جشن مهرگان، این جشن های ایرانی هم اینجا شده محل درآمد برای یه گروه هایی. فلان تلویزیون جشن مهرگان میذاره وسط مرداد، اون یکی مهرگان میذاره توی شهریور، اون یکی مهرگان میذاره توی مهرما. ما نمیدونیم کجا به کجاست، نقل کجاست. ما توی آلمان که بودیم میگفتن اکتوبر فست، یعنی جشن یا فستیوال اکتوبر، ولی تو ماه سپتامبر بود. میگفتیم چرا اینجوریه؟ بعضی ها میگفتن برای که اینها دارن جشن میگیرن که برن به استقبال پاییز و نمیدونم. در صورت میدونید مجله ها، شما اینجا میری نگاه میکنی دم در فروشگاه که میخوای بیای بیرون، الان ماه سپتامبر، مجله های ماه نوامبر 2015 یعنی دو ماه دیگه چاپ شده اونجاست، که یه چیز خندداری هست. اینم نمیدونم. در هر صورت نوشتن که جشن مهرگان جمعیت همکاری ایرانیان نیویورک. و اما Dear Society Member and Friends، دوباره هم همینه، باز مال نیویورک هست و نوشته که تیرگان کانسرت. این دیگه مال ماه ما مرداد، مرداد تیر، مرداد شهریور داشتیم. حالا اینجا نوشتن After a fantastic تیرگان کانسرت، حالا میخوان یک کنسرت دیگه بذارن و نوشتن 2000 نفرم آنجا آمدن. ولی به هر کدوم از اینها اگه بگی $2 2000 نفر که آمدن، حالا $2 بده تا ما هم برات تبلیغ کنیم. میگه آقا میدونی ما انجمن غیر انتفاعی هستیم، همشون مرسدس بنزشون دارن، جگوارشون دارن، ولی اینجوری. ممنونم از خانم شایسته الهامی که یک مقاله ای رو ترجمه کردن یا برنامه ای رو از تلویزیون یا رادیو دموکراسی ناو، یعنی حالا دیگه نوبت به اصطلاح دموکراسی و آزادی است. نوشتن 10 سال پیش در روز 30 آگست در شهر نیورلیان ایالت لوئیزیانای آمریکا طوفان و گردبادی آمد که نتیجه آن کشته شدن 1800 نفر از مردم، به وجود آمدن خرابی هایی بود که هنوز آباد نشده و حدود 100 هزار نفر از مردم موفق نشدند به شهر خود بازگردند. 2 هفته بعد از این طوفان استاندار 7000، این فرماندارم میگن خانم الهامی، خود من فکر میکنم استاندار، چون اینا استانن، حقیقتا اینها پادشاه و رئیس جمهور اون قسمتن و این ایالات متحده 50 تا کشوره که قانون متفاوت خودشو داره، حتی 50 تا مجلس سنا داره، 50 تا مجلس شورای ملی داره و این فرمانده ها حقیقتا شاه ها یا رئیس جمهورهای اونجا هستن و آقای رئیس اوباما میشه شاه شاهان. اگه یک کشور شاهنشاهی الان شما بخوای پیدا کنی تو قرن 21 همین آقای آمریکاست. کشور شاهنشاهی آمریکا، شاه شاهان، اونا شاهن. در اصل شما نوشتی استاندار، منم باور دارم استاندار، ولی دیدم مثلا آقای تقی مختار می‌نویسه که اینها فرماندار هستن. خب به بله
از این طوفان بعد از این طوفان 7500 نفر معلمین را از مدرسه های عمومی و دولتی اخراج و بیکار کرد و بنای سیستم خصوصی سازی را گذاشت. خیلی از معلمان وکلا را متهم کردند که با این کارشان خواستند همبستگی میان اتحادیه معلمان نیورلین را بشکنند. روز جمعه 28 ماه آگوست خانم ایمی گودمن به این مناسبت با چند نفر مصاحبه داشت که مصاحبه دو نفر را به اختصار ملاحظه می‌کنیم. این برنامه ایمی گودمن و روزش و تاریخش اینا رو بزنید، اونها هم یک به اصطلاح آرشیو و بایگانی منظمی دارن، ولی نه به منظمی تلویزیون مردم. میتونید استفاده کنید، چون مقاله مقداری طولانی هست. من به این دوستان گفتم اگه خود این دوستان 10 دقیقه 15 دقیقه زنگ بزنن، پیام بذارن، من با عکس اون موضوع یا با اون نوشته پخش میکنم، ولی من حاضر نیستم 10 دقیقه یا 15 دقیقه مقاله یه نفر دیگر رو بنویسم، چون تلویزیون از حالت تلویزیون میاد بیرون و میشه نمیدونم مثل اونهایی که سواد نداشتن و دم پستخونه ملایی براشون نامه ها رو میخون. ما اینجا نمیخوایم ملا باشیم و نقش نامه خون و نامه رسون و نامه نویس رو به اصطلاح داشته باشیم. و اما هارپر که میدونید این کسی هست که الان توی کانادا نخست وزیر یا به اصطلاح وایس پرزیدنت، نمیدونم چیه، رئیس جمهورشونه حقیقتا. این یک آهنگی رو یه نفر ساخته، دوستانی که فکر میکنید که فقط تو کشورهای جهان سوم دیکتاتور پیدا میشه، توی کانادا از پخش این آهنگ به اصطلاح جلوگیری کردن. آهنگی که اسمش هست، نوشته که The video Harper doesn't want you to see، میگه ویدیویی که هارپر نمیخواد شما ببینید. و بعضی از وبسایت ها و اینها این رو هم به اصطلاح سانسور کردن و نشون نمیدن. و اما باز خانم شایسته الهامی لطف کردن، مقاله‌ای رو فرستادن به نام تحلیلگر سیاسی مردم آمریکا از جنگ‌های دولتشان برای اسرائیل به ستوه آمدند. حتی تظاهراتی هست یه جایی که بویکات اسرائیل، یک تحلیلگر آمریکایی میگوید مردم این کشور به این دلیل از جنبش انزوا، خودداری از سرمایه گذاری و تحریم علیه اسرائیل حمایت می کنند که از حمایت واشنگتن از رژیم تلاویف خسته شدند. موریس تصریح کرد نسل جوان آمریکایی ها با توجه به دسترسی به فضای مجازی و رسانه های اجتماعی روی کردی متفاوت از موضع شبکه خبری CNN، شلدون ادلسون و حیم سابان، ثروتمندان یهودی حامی اسرائیل، و همچنین آیپک این چیزیه که از اسرائیل دنبال به اصطلاح حمایت میکنه، و دیگر لابی های اسرائیل در آمریکا مانند بنیاد دفاع از دموکراسی اتخاذ کردن. صحبت از لابی شد، این آقای بیژن فرهودی که قبلا تو وایس آف امریکا کار میکرد، بعد یه مدت به عنوان ژورنالیست فریلنس این ور اون ور کار میکرد، حالا بیشتر با کیهان لندن کار میکنه و کیهان لندن رو که روزنامه‌ای بوده حالا تبدیل کردن یه جورایی به تلویزیون. اینها میگم تو این قرن 21 دیگه همه چیز عوض شده، روزنامه میشه تلویزیون، تلویزیون میشه روزنامه و وایس ورسا به قول اینها. ایشون یه مصاحبه کرده با آقای حسن داعی الاسلام که میگه حسن داعی، ایشون همه میدونن که مجاهده، حتی وقتی میاد اینجا تو اون رستورانی که میره تو رستوران مجاهده هست با اونها هست و اینها، و همه میدونن که ایشون لابی مجاهدین هست. ولی جالبه که حالا که شکست خوردن، این همه پول خرج آگهی، تبلیغ، خریدن این سناتور، خریدن اون سناتور کردن، حالا هم دست بر نمیدارن. و این که آقای اوباما به اصطلاح پیروز شد، اصلا لگسی آقای اوباما به غیر از اینکه اوباما هلت کر و اینها هست، یکی از ایناش میشه همین توافق هسته‌ای یا برجام که اتفاقا ساعت 3 بعد از ظهر امروز با آقای سهراب
چمنها را هستیم که ایشون هم قبلا مهمان برنامه ما بودن، باز خواستیم ازشون که بیان چون یک کامنتی نوشته بودن وقتی که من راجع به این توافق نامه نوشتم. ایشون نوشته بود این توافق نامه نیست، هر کسی یه اسمی براش گذاشته و این اسمش حقیقیش برجام هست، برنامه جامع اینها، که ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون صحبت میکنه. اگر سوالی دارید ارسال کنید توسط ایمیل یا پیام بذارید، از ایشون میپرسم. اگر نه، وقتی که این رو ما روی فیسبوک گذاشتیم، روی یوتیوب گذاشتیم، شما میتونید اونجا ازشون بپرسید. من برای آقای هوشنگ رادخو نوشتم: آقای رادخو، من یادم شما یه روز آمدید اون موقعی که هنوز فیسبوک رو بلد نبودید و اینها، داد زدید به مردم که مگر این دیوار توالت مسجد شاه یا مسجد جامع است که میان روش چی می‌نویسین؟ این دیوار صفحه من دیوار تخت جمشیده، با احترام عمل کنید. ولی خودتون الان برای که 10 دلار خرج نکنید، خیلی به نظر من کلمه مذبوحانه خوب نیست، خیلی لو میایین و جایی که باید کامنت بنویسید در رابطه با برنامه بنده، در رابطه با ویدیو، در رابطه با نوشته، میایین تبلیغ میکنید. و شما از خودتون سوال کنید این همه تبلیغ دزدکی این ور اون ور کردید چه فایده؟ تازه روزی که شما روزتون بود با آقایان عقب افتاده مثل پیام امیر سلیمانی و آقای فولادوند و اینها پول داشتید و خرج میکردید و مردم هم پول بهتون میدادن، شما نتونستید کاری انجام بدید، به غیر از اینکه همون 10-15 تایی هم که فکر میکردید متحد هستید از همدیگه دلخور بشید و جدا بشید. وقتی که با اون همه امکانات، با اون همه امکانات مالی نتونستید هیچ کاری کنید، خجالت نمیکشید آقای رادخو، هم شهری عزیز من، که بیای تبلیغت رو یواشکی رو این دیوار ما، خب اینجوری کنی ما مجبور میشیم بالای دیوار بنویسیم بر پدر و مادر کسی لعنت که اینجا ادرار کنه. خب اینم از این ماجرا. بریم سراغ بررسی درخواست دستگیری نتانیاهو در پارلمان انگلیس. به نظر میاد که یه قانونی هست در انگلستان که اگر 100,000 نفر یک پتیشن یا یک تومار یا یک درخواست عمومی رو امضا کنن، مجلس اون کشور مجبور به اون درخواست رسیدگی کنه. من تا امروز خبر نداشتم. و میگن که پارلمان انگلیس موظف است تومار درخواست بازداشت نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل را که 100,000 انگلیسی آن را امضا کردن بررسی کنه. دامیان موران، شهروند انگلیسی که تومار درخواست بازداشت نتانیاهو را در تارنمای پارلمان انگلیس منتشر کرده است، میگوید نتانیاهو سپتامبر برای مذاکره به لندن می آید. بر اساس قوانین بین المللی وی باید به هنگام ورود به انگلستان به دلیل ارتکاب جرائم جنگی و کشتن بیش از 2000 غیر نظامی در سال 2014 دستگیر شود. بر اساس اعلام پارلمان انگلیس، تمام تومارهایی که بیش از 1000 شهروند انگلیسی آن را امضا کنند مورد بررسی قرار می گیرند. این در حالی است دولت انگلیس این درخواست را رد کرده و از طریق وبسایت پارلمان اعلام کرده است بر اساس قوانین انگلیس و قوانین بین المللی سران دولت‌های خارجی از جمله نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در دیدارشان از انگلستان از مسئولیت قانونی و دیپلماتیک برخوردارند و امکان بازداشت و دستگیری آنها وجود ندارد. ببینید این دبل استاندارد و دروغ گفتن این قدرت هایی مثل انگلستان، مثل روسیه، مثل آمریکا اینجاست. در صورتی که ما میبینیم آقای رفسنجانی، میدونید که حکم بازداشتش و اینها هست و به همین خاطر هست که رفسنجانی از کشور ایران خارج نمیشه. پس اینا دروغ میگن که میگن چون یک کسی مسئول دولت و اینها دیپلمات هست و ما نمیتونیم بگیریمش. همینجا یه دیپلماتی زد 2-3 نفر رو کشت، مست بود، دیپلمات بودنش رو لغو کردن، گرفتنش رو زندان و دادگاه، فکر کنم هنوزم توی زندان باشه. و اما میگن آگهی برقاسای چند میلیون دلاری و فشرده و سعی دلالان سیاسی به وسیله مخالفین موافقتنامه اتمی ایران به نظر میرسد رو به زوال و نابودی است، همان گونه که دموکرات های مجلس و سنا موافق توافق قرار میگیرند.
این در رابطه با همین اتفاق من باز دیروز دیدم که این تبلیغی رو که مجاهدین و طرفداران صهیونیست‌ها به اصطلاح دارن پول زیادی میدن به اصطلاح توی تلویزیون‌های آمریکایی، هنوز هم دارن نشون میدن. چون میدونید این قرارداد گذاشته مثلا تا آخر تا آخرین روزی که توافق قرار امضا بشه پولم پیش دادن. حالا آگهی که نشون میدن خیلی خنده‌دار و مسخره است. در صورت آقای حسن دایی فکر میکنم رئیس شما آقای رجوی باید دنبال یک سوراخ موش جدیدی باشه و شما دوستان را هم دو هول و هوش خودش جمع کنه. و اما آقای ناصر مسعودی عکسی دیروز برای دوستانشون فرستاده بودن، ما هم جزو لیست ایشون هستیم، که عکس جالبی هست و میدونید که ما گفته‌ای داریم که میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه است، هزار نوشته است. این عکس اون پسر بچه سوریه‌ای است که غرق شد وقتی که پدر مادرش میخواستن بیان به اصطلاح کشورهای دیگه. و البته میگن بعض وقتا یه بچه میتونه انقلاب کنه. میدونیم در تونس اون شخصی که خودش رو به آتش کشید به خاطر گرونی و بیکاری و اینها باعث انقلاب شد. اینجا این بچه 3 ساله باعث انقلابی شد که الان کشورها به پناهندگاه به اصطلاح جور دیگه ای نگاه میکنن و بهشون جا و مکان میدن. و این عکس رو هر کسی درست کرده، فتوشاپ قشنگی هم انجام داده، این سایه راه رفتنش اینها رو نشون میده. در کنار همون ساحلی که اون بچه کشته شده دارن قدم میزنن. یه عکس دیگه ای هم باز ایشون فرستاده که اگه اون رو هم پیدا کنم بهتون نشون میدم. آهان این عکس، میدونید این خورچر یا ما میگیم لاشخور توی ایران، وقتی که یک جایی یک مردهی حیوانی آدمی چیزی میموند برای یه مدت، این لاشخورها که خیلی هم قیافه زشتی دارن، پرنده های هستن که گوشت میخورن و قیافه های زشتی دارن. اینجا هم نشون میده که این کاریکاتوری که کشیدن همون بچه 3 ساله سوریه‌ای اینجا و عکس آقای خامنه‌ای و عکس آقای بشار اسد هم اینجا هستن. من نمیدونم والا این دیکتاتورها از قدرت چی دیدن که اینجوری دو دستی میچسبن، ول نمیکنن تا مردم اینها رو با تیپا و لگد از قدرت پایین بکشن. و اما حکم جالبی از طرف قاضی گنبدی صادر شده به این عنوان که خرید کتاب به جای حبس حکم این رو پارس سامتینگ، بذارید ببینم چی بوده، چه وبسایتی بوده، بله بهتون نشون میدم و میخونم و بله. تابستونم تموم شد و بچه ها باز برگشتن مدرسه و دانشگاه، ما نتونستیم یه دونه اینترن داشته باشیم. حالا که نداشتیم باید بگیم یه دونه انتر. حکم جالب قاضی گنبدی خرید کتاب به جای حبس. قاضی خوشزو گنبدی در طرح ابتکاری برخی از مجرمان جرایم سبک را با استفاده از ظرفیت قانون مجازات اسلامی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و نیز ترویج اقدامات فرهنگی به خرید کتاب به جای تحمل حبس محکوم میکنند. خب امیدواریم که کتابا همش رساله و نمیدونم نهج البلاغه و اینها نباشه، بگه که برو کتاب و اینها بخر برای دانش آموزانی که پول ندارن کتاب بخرن و به مدرسه برن. و صحبت هایی هست بین آقای آریانپور و دیگران. اگر مایل هستید در این نوشته یا گفت و شنودها شرکت کنید، ایمیلی برای آقای آریانپور بفرستید و ازشون بخوان که شما رو در لیست قرار بدن. نوشتن که کشورهای خارجی به دنبال منافع خیش هستند، ولی هواداران تحریم و طرفداران دخالت بشر دوستانه که با آنها همکاری میکنند باید در مقابل ملت ایران جوابگو باشند. بغض به حکومت ستمگر اسلامی بسیاری مسائل را تحت شعاع قرار می‌دهد و گاه اجازه نمی‌دهد که آنها را عینی بنگریم و رخدادهای واقعی جهان سیاست را درست ببینیم. در صورت این باز در رابطه با اونهایی است که موافقند که آمریکا تحریم‌ها را اضافه کنه
یا همونایی رو هم که هست همینجوری نگه داره تا اینکه به اصطلاح حکومت ایران از پا در بیاد. ولی طی این 37 سال گذشته، طی 50 و چند سال گذشته در کوبا، طی چند سالی که در عراق این کار کردن، نتیجه این بوده که فقط مردم هستن که ضرر میکنن و دولت مداران یا دیکتاتورها که در رأس قدرت هستن، اینها اونها به اصطلاح ککشون هم نمیگزه. و اما آقای آریانپور باز با این نگاه تیزبینشون یک صحبت قشنگی رو روی یه عکسی، یه نفر شنیده بودید اون داستانه یا خونده بودیم تو کتابا، داستان دوستی خرس و مرد شکارچی، و میگفت که مرد شکارچی خواست استراحت کنه، این دوستشم خرس نشست اونجا و این مگس ها میومدن مزاحم این مرد میشدن. این خرس یکی دو بار اینجوری مگس ها رو از روی صورت این آقا رد کرد، بعد عصبانی شد، یه سنگ بزرگ برداشت زد به یکی از این مگس ها که روی صورت این بودن و کشتش. بعضی از دوستان کارهایی که انجام میدن آدم رو یاد دوستی خرس میندازه. و یه نفر آمده نوشته ایستادن یک ایرانی، توی پرانتز نصرت الله امینی، در برابر شیخ محمد صادق خلخالی. اولا این آقای امینی اینجا بود تا زمانی که فوت شد، مرد بسیار دانشمند و بسیار آدم خوبی بود. من این افتخار رو داشتم دو بار ایشون رو دیده بودم و یکی از اونها توی مراسم بزرگداشت مصدق من ایشون رو دیدم و به اصطلاح شانس صحبت با ایشون داشتم. بعدم پسر ایشون آقای محمد امینی، محمود امینی، دختر ایشون فریبا امینی، همسر ایشون، همه اینجا بودن و هستند و الان هم توی کالیفرنیا و اینها هستن. و نصرت الله امینی به غیر از اینکه توی اون سالهای سال که با مصدق بوده و اینها کارهای مفیدی انجام داده و اسمش به اصطلاح توی تاریخ ایران به خوبی و نیکی ماندگار شده، آخرین کار مهمی که انجام داد این بود که در مقابل خلخالی که اون شور حسینی و اینها ورش داشته بود و میخواست آثار باستانی ایران رو هم خراب کنه، مثل این طالبان و مثل همین حکومت اسلامی، وایساد. و جالبتر اینه که در شهر بنده که شیراز هست ایشون آمدند و اون موقع فکر کنم استاندار شیراز بودن، خلخالی داشته میومده که اون پاسارگاد و پرسپولیس تخت جمشید رو خراب کنه و ویران کنه و ایشون گفت من وای میسم اینجا و به اصطلاح حتی اگر جنگ و درگیری بشه و به قول معروف اگه بخوای اینو خراب کنی باید از جنازه ما رد بشی، مردم مردشت و تخت جمشید هم آمدند و در کنار ایشون وایستادن. ولی اون کسی که به اصطلاح این کار رو انجام داده آمده عکس آقای نصرت الله امینی رو وقتی که کنار آقای مصدق وایساده گذاشته. اصلا نصرت الله امینی و مصدق چه ربطی داره به نصرت الله امینی و صادق خلخالی؟ اینه که آقای هوشنگ آریانپور توضیح دادن برای ایشون، نوشتن دوست گرامی، ذکر کلمه ایستادن آقای امینی در مقابل شیخ محمد صادق خلخالی با نشان دادن عکس ایستاده آقای امینی در برابر دکتر مصدق به نظر من کاری نادرست بوده و شاید نویسنده هدفش توهین به آقای امینی و دکتر مصدق بوده است. آقای امینی مرد و مردانه در جلوی خلخالی آدمکش و ضد بشر قد علم کرد و مانع تخریب بخشی از ایران باستان گردید. آیا به جا نیست اگر سردبیر محترم از آقای امینی و دکتر مصدق پوزش بخواهد؟ به نظر من پوزش خواستن کار آدمای بزرگه. آدمای کوچیک معمولا میگن ما به اصطلاح پوزش نمیخوایم و ترسید که وقتی یه اشتباهی کردن اگه پوزش بخوان اولین چیز به نظر مردم میاد که این چه آدمیه که اشتباهش رو قبول کرده. بله، دوستمون نوشته که من تا شماها رو دارم، احتیاج به عیسی ندارم. این دوست ارمنی ما دیروز برای ما ایمیل فرستاد، بهش گفتم آقا این لانگ ویکند
یه شنبه است، شما مسیحی ها، شما ارمنی ها اگه یه شنبه کار کنید، اگه اشتباه نکنم حکمتون سنگسار و اعدام و اینهاست. و ایشون گفتم آهان این کارو میکنی، جیزز یقتو میگیره، عیسی مسیح یقتو میگیره. ایشون هم نوشته بود من به عیسی مسیح کاری ندارم، چون قبلش برای من یه چیزی فرستاده بود که یه ضرب‌المثل ژاپنیه. این ضرب‌المثل ژاپنی میگه من تا موقعی که خودم دست و پام داخل سیمان هست و دارم کار میکنم، احتیاج به پیغمبر و خدا و اینها ندارم. و اما گرامی داشت خاطره قهرمانان به خاک افتاده، حراست از صلح و گشایش چشمنداز آینده. خب میدونید که ما ملتی هستیم خیلی معروف به مرده پرست بودن. تازگی ها رسم شده از اونهایی که زنده هستند و در قید حیات هستند به اصطلاح قدردانی میکنن، و این کار شایسته و خوبیه. حالا امیدوارم این کار بیشتر و بیشتر بشه. میگه تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. تا هستیم قدر همدیگر رو بدونیم، از همدیگر به اصطلاح تشکر کنیم و الی آخر. طبق معمول آقای بهمن زاهدی باز یک گفت هفتگی رو به صورت نوشت هفتگی فرستاده و در باور خودش نوشته گفتگوهای هفتگی. من برای ایشون می‌نویسم آقا کلمه گفتگو یعنی شما میگی یه نفر، شما گفت اون گو، گفت گو، گفت و شنود، شما میگی بعد اون میگه شما میشنوی. در صورت هر کدوم از ما یه اشتباهی رو گرفتیم ول نمی کنیم و میریم دنبال کار و زندگیمون. باز طبق معمول این ایران آزاد که معلوم نیست اصلا کی هستن، چه سازمانی هستن، فلان، به جز فوش دادن به دیگران کاری رو انجام ندادن و تا امروز فکر میکنن موفق هم هستن. لوئیس فراخوان از سیاهان آمریکا میخواهد که امسال در هنگام کریسمس خرید نکنند و این زمان را در بین خانواده خود بگذرانند. به این سخنرانی توجه کنید، به ویژه از ساعت از دقیق یا از زمان 1:50 بسیار جالب است. این را علی شیرازی همشهری ما فرستاده، ممنونم. ولی من نمیتونم چیزای ویدیو اینها رو نشون بدم، سعی میکنم که کمتر و کمتر این کار رو انجام بدم، چون وقتی این رو میذاریم همون چیزایی که اول برنامه گفتم، یوتیوب اولیش میاد یقمونو میگیره. یک. دومیش این چیزا، این ویدیوها یک پروگرامهایی تو کار کامپیوتر میگن باگ، یه باگایی روش گذاشتن، یه ویروسایی روش گذاشتن که میاد و سیستما رو از کار میندازه. این رو ما اگر کسی میخواد براش بنویسم بفرستم که خود مایکروسافت اینو میگه، خود مایکروسافت ارور مسیج میده. وقتی اون ارور مسیج با شماره، ماشاءالله چقدرم شماره داره این آقای بیل گیت، وقتی اون شماره ها رو میزنی مینویسه که این ویدیو فایل کراپت شده. کراپت یعنی خراب شدن. وقتی میگن یه دولتی یا یک حکومتی کراپشن توش زیاده، خرابکاری و اینها. من اون روز مغزم گیر افتاده بود سر کلمه رقابت سالم. ممنونم از علی عزیز، ممنونم از دوستان دیگه که بابو یکی یکی برای من نوشته بودن که اون کلمه‌ای که دنبالش میگشتی رقابت هست. چون من یادمه هم در زمان شاه اتاق اصناف درست کردن، هم در زمان شیخ یه چیزایی درست کردن که اگه کسی گرون فروشی کنه شلاقش بزنن اینها. به نظر من هیچ کدومش لازم نبود. شما توی آمریکا نه اتاق اصناف داری نه شلاق آخوند، خودشون هستن که خودشون رو تنظیم میکنن. این فری انترپرایز خودش رو ادجست میکنه و این اگر گفت هندونه 6 دلار، اون بغلی کوپنم میفرسه مخونتون، میگه 2 دلارم بهت ارزونتر میدم، بیا هندونه منو بخر. مردم میرن هندونه های 4 دلاری اونو میخرن، این 6 دلاری هندوناش نصفش میمونه، آخرش له میشه میرزه دور، باید یه پولی هم بده اونجا رو تمیز کنن. مردم هستن. و یه عکس بسیار قشنگی رو داداش من برام فرستاده که نشون میده پدر مادرها بچه‌هاشون رو میبرن پارک، بعدن بچه‌ها که بزرگ میشن پدر مادرها رو میبرن خانه سالمندان. یعنی به جای اینکه ببرن پارک بهشون وقت بذارن اینها، میبرن خانه سالمندان. این خانه سالمندان هم یک به اصطلاح غمی هست، همه کس نمیتونن به خوبی قبولش کنن. خب شعر من اگر کافر و بی دین و خرابم به تو چرا براتون خوندم و این
Voice of America News. بله باز در رابطه با بیانیه 44 روشنفکر در حمایت از توافق اتمی و آزادی زندانیان سیاسی ایران، این را هم من روی فیسبوک گذاشتم، حتما از فیسبوک ما دیدن کنید. حالا که اسم فیسبوک هست، بذارید من این صفحه مردم تیوی رو بهتون نشون بدم و توی این 4 دقیقه که داریم یک سیر و سفری داشته باشیم به صفحه مردم تیوی در فیسبوک. دوستان اگر به این صفحه میاین لطف کنید، شما وقتی میاین اینجا کلمه لایک و فالو رو میبینید، ما رو این به اصطلاح لایک کنید، فالو کنید تا تعدادمون اینجا بیشتر و بیشتر بشه. و شما هم میبینید الان 7669 نفر آمدن همین هفته، مثلا نوشته 38 نفر جدید آمدن. شماها اگر لطف کنید برنامه های ما رو برای دیگران بفرستید روی لیستی که دارید، هر کدومتون برای 15 نفر 20 نفر 30 نفر بفرستید، احتمالاً اونها هم برای 15 نفر 20 نفر 30 نفر بفرستن، بعد ببینید یه لیست 20 نفره که برای 20 تا دیگه فرستاده بشه میشه 400 تا. با یکی شروع شده، شما فرستادید برای 20 تا، اونها برای 20 تا، میشه 400 تا. اینجا من سعی میکنم با اخبار زیاد شما رو بمبارون نکنم، خبر بارون نکنم، تک و توکی براتون خبر میذارم. اینجا ویدیوهای روی بایگانیمون به سرعت بعد از برنامه میاد اینجا، حدود نیم ساعت یه ساعت، که بعضیا باورشون نمیشه که من خودم دست تنها دارم این کار رو انجام میدم. در هر صورت میبینید مثلا اینجا توی 2 ساعت این خبری رو که گذاشتیم که حمایت کالین پاول از توافق هسته‌ای ایران، این هم برای آقای حسن دایی و دیگر عقب افتادگان، 83 نفر آمدن این رو دیدن و خوندن. و یک ویدیویی بود که به اصطلاح من برام خیلی جالب بود، چون میدونید که مجاهدین میگن اینها سپاهیان قدس هستن. دوستان خانواده هایی که میرن توی گرمای اون صحرای عراق، دوستان تو رو خدا با تلفناتون وقتی میخواین فیلم بگیرید تلفنتون رو افقی نگه دارید، عمودی از درازا نگه ندارید. ببینید وقتی از به اصطلاح دراز نگه می‌دارید اصلا خیلی تصویر کم پهن باریک میشه. در حقیقت اینا رفتن انتظاری جز دیدن عزیزانشان نداشتن. من این رو از وبسایت آقای رزاقی از فیسبوک ایشون برداشتم، در عرض کمتر از 7 ساعت 216 نفر رفتن اینجا دیدن. این هم باز جوابی برای مجاهدین که با این همه پول رو خرج کردن، چند روز از آگست 12 اگه اشتباه نکنم، از 12 آگست تا همین امروز یه ویدیوی رو گذاشتن، 60-70 نفر رفتن دیدن. ولی ما ویدیوی رو که گذاشتیم برای مجاهدین الان این پایین میاد بهتون نشون میدن. اون آهنگی که بهتون گفتم آقای هارپر نمیخواد شما ببینید و بشنوید اینجاست. چیزهای جالبی سعی میکنم بذارم، یا حداقل به نظر خودم جالبه. این رو خانم شایسته لطف کردن برای من فرستاده بودن، من هم اینجا گذاشتم، ایشون خودشون هم لطف کردن اینجا کامنت نوشتن. ببین آقای هوشنگ رادخو اینجوریه، ایشون در رابطه با موضوع کامنت میذاره. حکومت ها کاری میکنن که مردم میگوین این برود، هر کسی جاش بیاید مهم نیست. این هارپر از همون دسته است. البته مردم کبک آگاه بودند و در آمدن او روی کار کوچکترین نقشی نداشتند. از 156 نفر از این حزب فقط 6 یا 7 نفر از کبک انتخاب شده ام. و اما این هم میدونید که یک جوان هنرپیشه در ایران 32 سال سن، که حتی تو بعضی جاهاش نوشتن 30 سال، سکته قلبی کرده و مرده. طبق معمولم ایرانی ها میان و توی مراسم تشییع جنازه و اینها شرکت میکنن و بیچاره پدر و مادر اینها که بعدن تنها باید برن منزل. در هر صورت اینجا اون مصاحبه آقای تبرزدی و نمیدونم خانم عسل پهلوان که یک نمایشی هم بیش نبود اونجا هم گذاشتیم. این یک ویدیوی خیلی ساده و کوچیکی است که زور گفتن چه آسان در دنیای ما. و همینجوری بله این ویدیویی هست که آقای دکتر آثار یک کمی بهش برخورده که چرا ما مثل ایشون فکر نمی کنیم. 50 سال گذشت، مجاهدین کجا بودند، حالا کجا هستند؟ با دقت به این مصاحبه گوش کنید، نظر شما چیست؟ 1000
143 نفر تا حالا رفتن دیدن از روز جمعه تا یا روز شنبه پنجم تا امروز 1143 نفر. اعداد دروغ نمیگن، مجاهدین مخصوصا مسئولینشون دروغ میگن، دیکتاتورها دروغ میگن. حالا شما هی بشین هی بگو تلویزیون مردم مردم فروشه و مردم میدونن که همین تلویزیون مردم بود که وقتی پهلوانهای شما جرأت نداشتن که بگن مجاهدن، بنده آمدم و FBI آمد اینجا که شما چرا این کارو میکنید، گفتم بنده کارم 100% قانونیه چون شما به اینا اجازه میدید، سالن کرایه میدید، من میرم اونجا گزارش تهیه میکنم. ولی شما ترسوها آقای فیلابی، شما جرأت نمیکردید بگید مجاهدید، هنوزم برای اینکه یه وقت دری به تخته ای نخوره شما اینجوری میکنید. دوستانی هستن که میگن به زودی خیلی از شماها به خاطر این وایسادید چون مجاهدین آمدن و شماها رو ترسوندن، گفتن اگه شما هم رفتید میایم نشون میدیم که مثل آقای روحانی، مثل آقای دکتر قسیم، مثل آقای یغمایی، مثل اون فیلمساز، اینها پول میگرفتید شما. شما بیا آقای فیلابی یه ویدیو یه دقیقه درست کن امروز با تاریخ، بگو امروز 7 سپتامبر من تا کنون پولی از مجاهدین یا شورای ملی مقاومت گرفتم یا نگرفتم. حسابتون رو با مردم صاف کنید. در مقابل مجاهدی که وای میسه تهمت میزنه توهین میکنه، وظیفه شماست، چون من شما رو میشناسم. من رجبی احمق رو که نمیشناسم، شما شدید سمبل اونها برای من. شما هستید که باید وایسید و نظرتون رو در این موارد بگید. حالا آقای دکتر آثار هر وقت خواستی مهمون من باش و اون 1000 نفری رو هم که شما کمک کردید پناهندگی بگیرن بیارید توی برنامه یه مهمونی بزرگ بذارید. ساعت 3:02 است. من از آقای چمنارا عذر میخوام که تأخیر کردم، بریم آگهی رو ببینیم. توی این فاصله من با ایشون تماس میگیرم تا در رابطه با برجام، قانون اساسی و تاریخ ایران با ایشون صحبت کنیم. شما هم اگر خواستید از تلویزیون مردم استفاده کنید میتونید این کار رو خیلی آسون انجام بدید با هزینه بسیار کم. بارها گفتیم این مثل یک ماشینه، بنده مثل یک راننده هستم، ولی دوست گرامی با وجدان با غیرت اقلا شما هزینه سوخت، بنزین، خوراک در راه اینها رو پرداخت کن. مرسی از یکایی که شما با هم باشیم. 1-2 دقیقه دیگه با هم برنامه رو پی میگیریم. مرسی. سی و دو سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن، به از خانه اجاره‌ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست، ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0-79-58-21-19-11. لطیف زمانی غیر ممکن را ممکن می‌سازد.